سلام دوستان، فراز هستم با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به زندگی عجیب سیاوش قمیشی و ماجرای این آقای خواننده ایرانی که چند بار ازدواج کرده میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. سیاوش قمیشی متولد 21 خرداد 1324 در دسفول خواننده است. سیاوش قمیشی دو برادر به نام های سیروس و سیامک و یک خواهر به نام سیمین داره و کوچکترین فرزند خانواده است. زمانی که سیاوش قمیشی 9 ماه داشت، خانواده‌اش از دسفول به تهران مهاجرت کردند. زمانی که سیاوش 6 سال داشت، یکی از برادرانش آکاردئون می‌نواخت و مادرش پیانو رو زیر نظر یک معلم روس به نام اولگا می‌آموخت. سیاوش شنیدن صدای نواختن اونها رو دوست داشت و با اینکه کودک بود، پاش به پدال‌های پیانو نمی‌رسید و پشت ساز مادرش می‌نشست و با پدال‌های اون بازی می‌کرد. همین بازی‌ها به همراه صداهایی که از این ساز خارج می‌شد، به او احساس خوبی می‌داد و سیاوش به موسیقی علاقه ویژه پیدا کرد. در تابستان سال 1338 برادر بزرگ سیاوش از لندن به تهران اومد و هنگام بازگشت سیاوش رو هم با خودش به لندن برد. سیاوش که 14 ساله بود به لندن نزد خواهر و برادرش رفت و در اونجا تحصیل کرد. سیاوش قمیشی سرانجام موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد موسیقی در رشته آهنگسازی از دانشگاه رویال سوسایتی آف ارت واقع در لندن شد. سیاوش بعد از 11 سال وقتی 25 ساله بود در سال 1349 به ایران بازگشت و بعد از سال 57 از ایران خارج شد. او ابتدا به انگلستان رفت و بعد از چند ماه در سال 1358 به شهر لس آنجلس آمریکا رفت و تا کنون در این شهر اقامت داشت. سیاوش قمیشی نخستین هنرمند ایرانیه که تونسته برای یک موزیک هر 4 بخش اصلی اون، یعنی ترانه، موزیک، تنظیم و خوانندگی رو خودش به تنهایی انجام بده. در بیشتر آهنگ‌های ساخته خودش رگه‌های روشن و قوی از موسیقی ایران رو میشه یافت. سیاوش قمیشی در 29 سالگی با دختری به نام لیلا وصال ازدواج کرد که حاصل این زندگی یک فرزند به نام علیرضا است که مدتی در شیراز زندگی می‌کرد. آقای قمیشی بعد از طلاق خودش 5 بار دیگه ازدواج کرد که همگی به جدایی ختم شد. او در سالهای اخیر با دختری به نام نازنین مرعشی نامزد کرده بود. سیاوش قمیشی رابطه خوبی با پسرش که ترانه‌سرا و خواننده است نداره. او میگه با هم در تماس نیستیم چون زندگیش مورد تایید من نیست. زمانی که سیاوش در ایران به موسیقی میپرداخت، برادر و خواهرش در انگلستان به تحصیل مشغول بودن. داستان از این قرار بود که وقتی برادرش در فصل تابستون برای دیدار خانواده به تهران اومد، به سیاوش قمیشی پیشنهاد میده که همراه اون به انگلستان بره و هنرش رو در اونجا دنبال کنه. سیاوش هم این پیشنهاد رو میپذیره و این چنین میشه که سیاوش در سال 1959 در حالی که هنوز به سن 14 سالگی نرسیده بود، با خوشحالی و شادمانی به نزد برادر و خواهرش در لندن رفت. به مدت 1 سال در کنار برادرش زندگی کرد، اما طرز فکر اونها زیاد با هم متناسب نبود. به علت همین عدم تفاهم بعد از مدتی از برادرش جدا شد و شخصاً به زندگی پرداخت. در سال 1971، یعنی نزدیک به 12 سال بعد و در سن 25 سالگی، تصمیم گرفت محل زندگیش رو به تهران تغییر بده و عازم ایران شد. سیاوش کار موسیقی رو با زدن گیتار شروع کرد و در 14 سالگی اولین آهنگ رسمی خودش رو به نام ای قایقران به کجا می روی برای زیا ساخت. او به عنوان پایه‌گذار سبک موسیقی ترنس در ایران شناخته میشه. هوادارانش به اون لقب مرد بارانی دادن. جالبه بدونید که اولین آلبوم سیاوش عروسک شب بود. آلبومی که به نوعی آلبومی فراموش شده است. در سال 1352 دومین آلبوم سیاوش به بازار عرضه شد. آلبوم زیبای فرنگیست. سیاوش قمیشی بعد از ورود به ایران گروهی به نام استارز تشکیل داد و در اون گروه به بازخوانی آهنگهای خارجی پرداخت. بعدها در کنار شهرام شپره، کامبیز معینی و همایون جلالی در گروهی به نام ریبلز به همکاری پرداخت. مسئولیت سیاوش قمیشی در این گروه خواندن آهنگهای اسلو بود و شهرام شپره آهنگهای تند رو اجرا می‌کرد.
سیاوش تا سن 34 سالگی در ایران بود تا اینکه انقلاب صورت گرفت و اونیز شرایط رو برای موندن مهیا ندید. به همین علت در سال 1978 به آمریکا رفت و در شهر لس آنجلس مشغول به زندگی شد. سیاوش از سن 49 سالگی رسما خوانندگی رو آغاز کرد و آلبوم حکایت رو منتشر کرد که مورد توجه بسیار زیادی قرار گرفت. درخواست مردم و کمپانی ها بعد از آلبوم حکایت و استقبال پرشوری که از اون صورت گرفت باعث شد که اون حرفه خوانندگی رو ادامه بده و علاوه بر آلبوم فرنگیس 13 آلبوم دیگه نیز روانه بازار موسیقی کرد که این آلبوم ها شامل خواب بارون، حکایت، تاک، قصه گل و تگرگ، شهر خورشید، قصه امیر، هوای خونه، قاب شیشه‌ای، شکوفه های کویری، حادثه، نقاب، بی سرزمین تر از باد و روزهای بی خاطره هستند. سیاوش قمیشی خوانندگی رو بسیار دیر شروع کرد و در یکی از مصاحبه‌هاش در این مورد گفته زیاد از شغل خوانندگی یا لااقل در حد میکروفون به دست گرفتن و زنده اجرا کردن خوشش نمیاد، ولی به خاطر طرفدارانی که منتظر شنیدن صدای وی هستند به ارائه کنسرت میپردازه. او زیاد به رفت و آمد با مردم لس آنجلس نمیپرداخت. بعد از آلبوم نقاب همه توجه ها به طرز ویژه‌ای به او معطوف شد. به طور سعودی بر طرفدارانش افزوده شد و کنسرت‌هاش رو افزایش داد. آخرین همسر سیاوش قمیشی نازنین مرعشی بیش از 35 سال از وی کوچکتره و حدوداً 25 سال سن داره. آقای قمیشی بعد از طلاق خودش 5 بار دیگه ازدواج کرد که همگی به جدایی ختم شد. سیاوش قمیشی بعد از سالهای طولانی موندن در لس آنجلس تصمیم گرفت آمریکا رو به قصد اروپا ترک کنه و راهی آلمان و در روستایی به نام آخن ساکن شد. او علت این تغییر مکان ناگهانی رو دوری از محیط مسموم و ناجالب لس آنجلس در رسیدن به آرامش بیشتر عنوان کرد. در حال حاضر یکی از برادرانش در مونترال، دیگری در تهران و خواهرش در لس آنجلس زندگی می‌کنند. در میان خانواده او 3 نفر به هنر روی آوردند. یکی برادرزادش ژیان قمیشی که در کانادا شو اجرا میکنه و سیاوش موفق به دیدار وی نشده و پدر او یعنی برادرش رو هم بسیار کم دیده. دیگری پسرش علیرضا است که در ایران مشغول به خوانندگیه ولی به هیچ وجه مورد استقبال نیست و شخص دیگه‌ای به نام برزا قمیشی نیز وجود داره که او هم برادرزادشه. گیتار مینوازه، راکن رول میخونه و البته سیاوش قمیشی با او ملاقات داشته. سیاوش قمیشی چندان ارتباط نزدیکی با خانواده خودش نداره. چندین سال پیش شایعه شده بود که او برای بازگشت به ایران به دولت جمهوری اسلامی نامه‌ای نوشته. اما بعد از مصاحبه این موضوع رو تکذیب کرد و شرط خودش رو برای بازگشت به ایران آزادی عمل برای انجام کارها و همچنین کنسرت‌هاش عنوان کرد و بازگو کرد که از طرف دست‌اندرکاران پیشنهاداتی برای خواندن در جزیره کیش داشته. اما این پیشنهادات رو رد کرده و از خوندن در اونجا صرف نظر کرده. گویا محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت مشخصاً هوادار سیاوش قمیشی بوده و حتی در یکی از سفرها به نیویورک قصد داشت اون رو در هواپیمای خودش به ایران برگردونه که این کار نشد. خب دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد خدا نگهدارتون.